31 جولای خزانه‌داری آمریکا محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی را در لیست تحریم قرار داد. ظریف یکی از مهمترین مهره‌های سیاست خارجی رژیم ایران در سه دهه گذشته بوده است. وی از سال 1381 تا 86 نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورک بود. در مذاکرات پنهان بین آمریکا و رژیم ایران به منظور حمله و اشغال عراق در سال 2003 نقشی کلیدی داشت و در مذاکرات هسته‌ای با آژانس بین‌المللی اتمی و سه کشور اروپایی به همراه حسن روحانی در سالهای 2003 تا 2005 حضور داشت. ظریف نقش مهمی در ایجاد و گسترش لابی و شبکه نفوذ رژیم ایران در آمریکا داشت و از روابط ویژه‌ای با محافل طرفدار مماشات در آمریکا برخوردار بوده است. تحریم ظریف دلایل و اهداف متعددی دارد و پیامدهای جدی برای رژیم ایران خواهد داشت که یکی از آنها میتواند محدود کردن آزادی عمل ظریف و وزارت خارجه برای هماهنگی فعالیت‌های شبکه لابی رژیم در آمریکا و همکاری با محافل مماشات در آمریکا باشد. برای درک اهمیت این موضوع باید شکل‌گیری شبکه نفوذ رژیم در آمریکا و نقش و اهمیت جواد ظریف را در این زمینه مورد بررسی قرار دهیم. در سال 1368 هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شد و کمال خرازی را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی به سازمان ملل در نیویورک فرستاد. کمال خرازی به همراه خود صادق خرازی برادرزادهش را به عنوان دستیار اصلی به نیویورک برد. از همکاران آن زمان خرازی در نیویورک میتوان به جواد ظریف و همچنین مجید تخت‌روانچی نام برد. کمال خرازی، ظریف و تخت‌روانچی از تحصیلگردگان آمریکا بودند که قبل از انقلاب در انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا فعالیت می‌کردند و با سیستم سیاسی آمریکا نیز آشنا بودند. این افراد و همکارانشان در نمایندگی سازمان ملل در نیویورک بعدها به حلقه نیویورک در وزارت خارجه مشهور شدند. در آغاز دهه 90 میلادی حلقه نیویورک به رهبری کمال خرازی هسته اولیه لابی رژیم در آمریکا و همکاری با محافل مماشات را پایگذاری کرد. صادق خرازی را میتوان یکی از مسئولین اصلی این پروژه معرفی کرد. صادق با بکارگیری دو وکیل نیویورکی و با بودجه سالانه چند میلیون دلاری ارتباط و همکاری با برخی از رسانه‌های آمریکایی و کارشناسان مسائل ایران را برقرار کرد و برخی از آنان را به خدمت رژیم درآورد. صادق همچنین برای نفوذ در میان ایرانیان اقداماتی کرد که در این زمینه ناموفق بود. مثلا یک تلویزیون به نام آفتاب را انداخت که موفقیتی نداشت و تعطیل شد. متحد اصلی رژیم در آمریکا کمپانی‌های نفتی بودند که برای لغو تحریم‌های آمریکا و ورود به بازار نفت و گاز ایران تلاش می‌کردند. در همین چارچوب هوشنگ امیراحمدی و گری سیک از مسئولین دولت جیمی کارتر با حمایت مالی و سیاسی کمپانی‌های نفتی و با حمایت حلقه نیویورک چند کنفرانس در واشنگتن برگزار کردند و خواهان لغو تحریم‌ها و سیاست‌های دوستانه آمریکا در مقابل رژیم ایران شدند. امیر احمدی در مصاحبه با رسانه‌های ایران اعتراف کرد که کمال خرازی نماینده رژیم در سازمان ملل از وی برای برگزاری این کنفرانس‌ها حمایت می‌کرد. ارتباطات صادق خرازی با رسانه‌ها و اندیشکده‌های آمریکایی و کنفرانس‌های امیر احمدی را می‌توان شروع لابی رژیم در آمریکا دانست. در 1376 محمد خاتمی رئیس جمهور شد و کمال خرازی به تهران بازگشت و وزیر خارجه اش شد. صادق خرازی نیز معاون پژوهش و آموزش وزارت خارجه شد. صادق برای پیگیری فعالیت‌هایش در نیویورک یعنی حمایت از شبکه لابی و نفوذ در آمریکا امکانات وزارت خارجه را به کار گرفت و سازماندهی جدیدی در این وزارتخانه به همین منظور ایجاد کرد. جواد ظریف نیز به خرازی کمک می‌کرد. بخشی از وظایف این سازمان جدید که در هماهنگی با حلقه نیویورک فعالیت می‌کرد، تماس با رسانه‌ها و خبرنگاران آمریکایی، دستچین کردن خبرنگاران دوست و حمایت از آنان، تماس با اندیشکده‌ها و نفوذ در آنها، تربیت کارشناس و خبرنگاران ایرانی و اعزام آنان به خارج برای کار در رسانه‌ها و مؤسسات آمریکایی و همچنین تماس با سیاستمداران طرفدار مماشات در آمریکا بود.
از آنجا که محمد خاتمی با شعار گفتگوی تمدنها به میدان آمده بود، فضای مناسبی برای سیاست مماشات و لابی رژیم در آمریکا فراهم گردید. بدین ترتیب در 1997 هوشنگ امیراحمدی با حمایت رژیم و با حمایت محافل مماشات در آمریکا و در رأس آن کمپانی‌های بزرگ نفتی، شورای آمریکای ایرانی را تأسیس کرد. هادی نجات حسینیان که از اعضای حلقه نیویورک و نماینده جدید رژیم در سازمان ملل بود، با این شورا همکاری می‌کرد. این شورا سیاستمداران آمریکایی و کارشناسان و خبرنگاران طرفدار رژیم را گرد آورده بود و به مرکز سیاست مماشات در برابر رژیم تبدیل شده بود. در سال 2002 جواد ظریف به عنوان نماینده جدید رژیم در سازمان ملل منصوب شد و در همان سال سازمان جدید لابی طرفدار رژیم به نام شورای ملی آمریکاییان ایرانی تبار یا نایاک به رهبری تیتا پارسی تأسیس شد که از همان روز نخست با ظریف همکاری میکرد. این سازمان جای شورای امیراحمدی را گرفت و به مهمترین لابی طرفدار رژیم تبدیل شد. ظریف طی 5 سال که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود، با حمایت وزارت خارجه شبکه نفوذ رژیم را گسترش داد. وی با اندیشکده‌های آمریکایی و رسانه‌های طرفدار مماشات ارتباطات نزدیک و دوستانه داشت و به سوگلی این محافل تبدیل شده بود. یکی از مهمترین اقداماتی که ظریف در این سالها به کمک سازمان نایاک انجام داد، نفوذ در میان گروه‌های ضد جنگ و مدعی چپگرایی در آمریکا بود. مسئول این پروژه رحیم مشایی معاون احمدی نژاد رئیس جمهور جدید رژیم بود. در چارچوب این پروژه صدها نفر از مسئولین گروه‌های ضد جنگ آمریکایی به ایران برده شدند تا جذب رژیم شده و در بازگشت به آمریکا در کنار نایاک به نفع رژیم لابی کنند. در سالهای پایانی ریاست جمهوری جورج بوش که فشار به رژیم زیاد شده بود و احتمال ارسال پرونده هسته‌ای به شورای امنیت و تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم می‌رفت، جواد ظریف به کمک تریتا پارسی و شبکه لابی رژیم تماس‌های گسترده‌ای با سیاستمداران مخالف جورج بوش برقرار کرد تا بتواند از شکاف‌های سیاسی در آمریکا استفاده کند و موفق شد تا خطر تحریم را موقتاً دور کند و فشار را از روی رژیم بردارد. من در زمانی که سازمان ملل متحد بودم یه مجوزایی داشتم که با افراد خارج از دولت آمریکا ارتباط داشتم که الان اونا بعضیاشون رفتن تو دولت، شده یکشون معاون رئیس جمهور، یکشون شده وزیر. اینا اون زمان سناتور بودن، نماینده مجلس بودن و من ارتباطات گسترده‌ای داشتم به این منظور که مانع جنگ طلبی بشیم. سناتوری که الان میگید معاون شده آقای بایدن دیگه. در سال 2010 با شکست مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی با کشورهای 5+1 تحریم‌های کمرشکن آمریکا و اروپا شروع شد. در سال 2012 با موافقت خامنه‌ای رژیم برای خروج از بحران مذاکرات پنهانی با آمریکا در عمان را شروع کرد و توافق اولیه برای سازش هسته‌ای ایجاد شد. متقاضی این مذاکرات آمریکایی‌ها بودند. مربوط به زمان دولت دهم هم هست. قبل از آمدن این دولت این مذاکرات شروع شد. اونها درخواست کردند، واسطه ای قرار دادند، یکی از محترمین منطقه آمد اینجا با من ملاقات کرد، گفت که رئیس جمهور آمریکا با او تماس گرفته، از او خواهش کرده و گفته که ما می‌خواهیم مسئله هسته‌ای رو با ایران حل و فصل کنیم و تحریم‌ها رو می‌خواهیم برداریم. دو نقطه اساسی در حرف او وجود داشت، که این که گفت ما ایران رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، یک قدرت هسته‌ای خواهیم شناخت. دوم این که گفت ما تحریم‌ها رو در ظرف 6 ماه برمی‌داریم. یک سال بعد حسن روحانی رئیس جمهور شد و جواد ظریف را به عنوان وزیر خارجه انتخاب کرد. یکی از اهداف اصلی رژیم از انتخاب روحانی و ظریف این بود تا با ارائه چهره معتدل از رژیم و با استفاده حداکثری از شبکه لابی و نفوذ رژیم در آمریکا بتوانند در مذاکرات هسته‌ای بیشترین امتیاز را به دست آورند. اصول سیاست خارجی در واقع توسط قانون اساسی، فرمایشات
امام راحل رضوان الله تعالی علیه، رهنمودای مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی تعیین شده و تغییرم نخواهد کرد. نحوه ارائه دیدگاه های شما میتواند برای شما در سطح بین المللی نفوذ ایجاد کنه و میتونه برای شما در سطح بین المللی آسیب پذیری ایجاد بکنه. ما با زبانی با دنیا صحبت هاییم کرد که دنیا اون زبان رو متوجه بشه. دیپلماسی عمومی بوده شماست و حتی در مسیر راه دیپلماسی رسمی این شما هستید که در دیپلماسی عمومی باید یاری کنید، کمک کنید. و شما عزیزانی که مقیم کشور آمریکا هستید، آستین ها رو بالا بزنید. ما به شما نیازمند هستیم. البته شما میدونید که اسرائیل لابی بسیار قوی در آمریکا داره، در کنگره نفوذ داره، کار زیادی کردن و اتفاقا این ما هستیم که باید جای خالی یک لابی قوی ایرانی رو در آینده پر کنیم. باید کاری بکنیم که در بخش‌های مختلف عده‌ای تلاش بکنن برای اینکه افکار ایران، مواضع ایران، نظرات ایران، ملت ایران رو به گوش مردم آمریکا برسونن. و من فکر میکنم خود ایرانی هایی که اونجا حضور دارن باید اونها اولین قدم رو بردارن. جامعه آمریکا، حتی جامعه سیاسی آمریکا، یک مجموعه منسجم یک پارچه نیست. گرایش های متضاد بعضن در این مجموعه وجود داره و این مجموعه پیچیده همونطور که جای بازی برای رژیم صهیونیستی فراهم کرده، باید امکان حضور فعال برای ایران هم فراهم بود. اوباما نیز تمایل شدیدی به سازش با رژیم داشت و بدین ترتیب دوره دوم ریاست جمهوری اوباما دوران طلایی لابی رژیم در آمریکاست. در این دوره سازمان نایاک به رهبری تیتا پارسی همکار و شریک کاخ سفید شد و وزارت خارجه به حیات خلوت رژیم تبدیل گردید. صفحه رسمی کاخ سفید نشان می‌دهد که از سال 2013 تا 2015 که توافق هسته‌ای به امضا رسید، تیتا پارسی رهبر سازمان نایاک 33 بار برای گفتگو و مذاکره به کاخ سفید رفته بود. در حقیقت رژیم به کمک لابیش در آمریکا با تاثیرگذاری روی سیاست‌های آمریکا نه تنها به بخشی از اهداف خود در مذاکرات هسته‌ای دست یافت، بلکه توانست از مقابله آمریکا با سیاست‌های منطقه‌ای رژیم جلوگیری کند و نفوذ و حضور نظامی خود در خاورمیانه را به طور بی‌سابقه‌ای گسترش دهد. در سال 2018 با تصمیم دونالد ترامپ آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های اقتصادی شدیدی علیه رژیم اتخاذ کرد. اکنون رژیم با ورشکستگی اقتصادی ترمیم ناپذیر و نارضایتی گسترده مردمی دست به گریبان است و جنبش مردمی نیز همچون آتشی زیر خاکستر موجودیت نظام را تهدید می‌کند. در این شرایط رژیم برای خروج از بحران از همه امکانات خود، من جمله ارتباطات جواد ظریف با محافل طرفدار دوستی و مباشر در آمریکا و همچنین شبکه لابی رژیم استفاده می‌کند تا از یک طرف با سیاست فشار حداکثری آمریکا مقابله کند و از طرف دیگر در مذاکرات احتمالی آینده با رئیس جمهور جدید در آمریکا یا حتی دولت ترامپ بتواند یک بار دیگر با گرفتن امتیاز از پیامدهای شکست و سرکشیدن جام زهر هسته‌ای در امان بماند. سفرهای مکرر ظریف به آمریکا و همکاری آشکار با لابی مماشات برای مقابله با سیاست‌های ترامپ دولت آمریکا را متقاعد کرده است که با تحریم وی امکان مانور و آزادی عمل ظریف و رژیم در آمریکا را محدود خواهد کرد. نشست مجمع عمومی سالانه سازمان ملل در ماه آینده یعنی سپتامبر در نیویورک و احتمال سفر روحانی و ظریف به آمریکا نشان خواهد داد که دولت آمریکا در تحریم ظریف و محدود کردن همکاری وزارت خارجه رژیم با لابی مماشات در آمریکا چقدر جدی است. آقای دایی عزیز، ستم به سخنی دارید که؟ نه خیر، واقعش اینه که این جمهوری اسلامی میدونید یکی از مشخصاتش وقاحته. یعنی هر جا که بنفشه از هر سیستمی، مثلا دموکراسی در آمریکا ببینید چطور استفاده میکنه، میاد ظریف پا میشه اینجا، میاد با
هر کی میخواد ملاقات میکنه با سیاستمدارا، خبرنگاران، نمیدونم روزنامه‌نگاران تماس دارن، میان میرن با دست باز استفاده میکنن. حالا آمریکا حساس‌تر شده، امیدوارم که جلوی این رفت آمدها و فعالیت‌ها رو بگیرن که به ضرر ما ایرانی‌هاست در درجه اول، ولی خودش حتی به مردم ایران اجازه اینجور فعالیت‌ها رو نمیده. یعنی واقعا این از هر جا که به نفعش استفاده میکنه. یه حرفی داشت خامنه ای اون موقع که در مورد با یعنی با این ارتش حزب الله سایبر دیدار که کرده بود، همین ارتش سایبری جمهوری اسلامی، میگفت این فضای مجازی هم فرصت هم تهدید. فرصت اینه که ما میتونیم پیاممون رو به همه جا برسونیم، تهدیدم اینه که خب میتونه دشمنانم ازش استفاده بکنن. یعنی این که ما بیام از این توییتر و اینا ظریف و اینا استفاده بکنن، حزب الله استفاده بکنن، فضای مجازی استفاده بکنن، چه داخل چه خارج، ولی به مردم که میرسه نه. این واقعا یه چیز عجیب غریبیه. کاملا آجایی، ولی حالا در یک نگاه گسترده تر به قضیه و به زندگی آقای ظریف، زندگی حرفه آقای ظریف که نگاه بکنیم، بیلان کار کرده ایشون، کارنامه ایشون نمره صفره. واقعا ببینید علی‌رغم این همه سرمایه گذاری، این همه سفر، این همه به اصطلاح چرب کردن سیویل بسیاری از سیاست مدارها، اندیشکده ها در سراسر دنیا، نتیجه چی بوده؟ صفر. امروز خود آقای ظریف هم تازه تحت محاصره اقتصادی قرار داره، تحت تحریم قرار داره، در حالی که ایالات متحده آمریکا سیاست و منافع خودش رو در منطقه پیش برده، امروز نیرومندتر از همیشه در منطقه داره جولان میده. همینان هم فراموش نکنید در دوره آقای اوباما ایالات متحده آمریکا با قرار داشتن در جایگاه شماره یک که جهان خدافزی کرد، ودا کرد رسما، گفتن آمریکا رفت شد شماره دو، چین گرفت آمریکا، دوباره آمریکا توانسته به خانه اول برگرده، چین رو دوباره پشت سر بگذاره. آمریکا واقعا منافعش تامین شده توسط کسانی که سیاست‌هایی رو اعمال کردن که نوعی کوچه دادن به منافع آمریکا بود، در حالی که اون چیزی که ما از دست دادیم منافع و مصلحت‌های ملی میهن و مملکتمون به خاطر وجود پاره افرادی بود یا مسئولانی بود که متاسفانه مملکت رو به اینجا کشوندن، به این پرتگاه هل دادن یا سوق دادن.